بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله عزیز و گرامی، به جلسه از سیومی مدیرت دیتابیس تو خوش آمدین. مسئله عزیز، در این جلسه هدف ما تنظیم کردن پابلیکیشن است. در جلسه 29 ما در مورد تنظیم کردن دیستریبیوتور یا دیستریبیوتور یا توزیع کننده بحث کردیم که چطور تنظیم میشه. در این جلسه ما هدف ما تنظیم کردن پابلیکیشن است. خب بعد از اینکه مثلاً عزیز ما دیستریبیوتور را اندازی کردیم، نیاز داریم که یک پابلیکیشن را ایجاد بکنیم، چون باید در نظر داشته باشیم که قبل از اینکه ما پابلیکیشن انجام بدیم یک دیتابیس داشته باشیم و این دیتابیس حاوی یک یا چندین جدول باشه که جدول در واقع همون مقالاتی است که نیاز است به خاطر پابلش کردن. بنابراین قبل از اینکه ما این کار انجام بدیم، اول باید یک جدول یا دو جدول در یک دیتابیس باید ایجاد بکنیم. به خاطر از این میتونیم که این اسکریپت نشته بکنیم. مثلا عزیز، در این قسمت یکی از موضوعات دیگه ای است که وقتی که ما یک دیتابیس ایجاد میکنیم، باید یک دیتابیس وقتی که ایجاد میکنیم به اساس یک لاگین یا لاگین نام مشخص بکنیم که به اساس از این ایجاد شوه، یعنی مو یوزر مپ انجام بدیم که یوزر به کدام دیتابیس نیاز داره. وقتی که این دیتابیس ایجاد میشه، میتونیم که از این یوزر استفاده از به اساس از این یوزر میتونه که ایجاد شه. بعدا در قسمت تنظیمات یوزر میرسیم که به خاطر از اینکه ما بتونیم رپلیکیشن انجام بدیم چطور تنظیم بکنیم. اگر به اساس این اسکریپت هم میتونیم که ایجاد بکنیم یک دیتابیس، و همچنان میتونیم که یک دیتابیس خود ما ایجاد بکنیم که قبلا، بعدا ما انشاءالله میرسیم که چطور میتونیم که یک دیتابیس ایجاد بکنیم. وقتی که دیتابیس ایجاد کردیم، بعد از در قسمت Object Explorer، در قسمت Replication، Local Publication داریم، New Publication میگیم. وقتی که New Publication گرفتیم، مثلا عزیز، بعد از ما شروع میکنیم که یعنی Publication ایجاد بکنیم. وقتی که پابلیکیشن ایجاد، وقتی که بالای نیو پابلیکیشن ویزارد کلیک میکنیم، مثلا عزیز یک صفحه دیگه باز میشه. این صفحه پابلیکیشن، در اینجا این صفحه با ما کمک میکنه که ما بتونیم که همون دیتا و دیتابیس آبجکت ها را، یعنی دیتا ها و دیتابیس آبجکت هایی که ما میخواییم که رپلیکیت بکنیم یا پابلش بکنیم، اونا را میتونیم انتخاب بکنیم، و همچنان میتونیم که امو دیتا هایی که منتشر میشه یا امو در واقع امو دیتا ها یا امو مقالات یا تیبل هایی که منتشر میشه، اونا را میتونیم فلتر بکنیم برای سابسکرایبر، که سابسکرایبر کدام یک از اینها را نیاز داره، تنها اونا به اساس از اون میتونیم، به اساس نیازمندی از اون میتونیم که اینا فلتر بکنیم. و بعد از اینکه خلاص شد، ما میتونیم که یک سابسکرپشن ایجاد بکنیم. پیش از پابلیکیشن ما سابسکرپشن رو نمیتونیم ایجاد بکنیم. خب مثلا از وقتی که این کار انجام دادیم، یک موضوع دیگه ای است که در این قسمت یک آپشن است به نام دو نات شو دیس استارتینگ پیج اگین. اگر این گزینه را ما انتخاب کنیم، اگر نمیخوایم که این در وقتی که ما نیو پابلیکیشن میگیم این ظاهر شود، میتونیم که از این صفر نظر بکنیم. وقتی که نکست گفتیم، در صفحه بعدی میریم. صفحه بعدی پابلیکیشن دیتابیس است. در اینجا پابلیکیشن دیتابیس عبارت از دیتابیسی است که ما میخوایم که دیتابیس رو میخوایم که رپلیکیت بکنیم، یعنی پابلش بکنیم آبجکت هایی از دیتابیس، یا خود دیتابیس ما نمیتونیم که پابلش بکنیم، تنها آبجکت ها یا تیبل های از دیتابیس هم میتونیم که پابلش بکنیم. بنابراین دیتابیس نامش ظاهر میشه که چندین تا دیتابیس داشته باشیم، تمامش لیست میشه، هر کدومش که نیاز داشته باشیم میتونیم پابلش بکنیم. بعد از نکس میگیم. وقتی که نکس گفتیم، یکی از موضوعات دیگه که میاد پابلیکیشن تایپ است، یعنی نوعیت پابلیکیشن است. ما در اینجا مثلا عزیز گفتیم که ما یعنی پابلیکیشن های مختلف یا رپلیکیشن های مختلف داریم، یعنی نوعیت پابلیکیشن انتخاب میکنیم. یکی ما اسنپ شات پابلیکیشن داریم، یکی ترانزکشن پابلیکیشن داریم، پیر تو پیر پابلیکیشن داریم، میج پابلیکیشن. تمام از این در واقع نوعیت رپلیکیشن است، یعنی نوع رپلیکیشن است. ما در اینجا قبلا مطالعه کردیم که ترانزکشن پابلیکیشن چی است، اسنپ شات پابلیکیشن چی است، میج پابلیکیشن چی است، و در اینجا ما ترانزکشن پابلیکیشن انتخاب میکنیم. و
همچنین اگر بخواین که معلومات در مورد ازی در مورد تمامی ازی نوعیت رپلیکیشن ها یا پابلیکیشن ها شما بفهمین، در اینجا تمام تشریحات یا دسکریپشنشان موجود است، شما میتونین که مطالعه بکنید. و بعد از اون نکس میگیم. وقتی که نکس گفتیم مثلا عزیز، در نکس که گفتیم در این قسمت آرتیکل میه، در این صفحه مثلا عزیز وقتی که اینجا آرتیکل است، آرتیکل در واقع همون مجموعه آبجکت ها یا تیبل های است که ما میخواییم که اینا چی بکنیم؟ پابلش بکنیم. بنابراین در اینجا ما میتونیم که کدام آرتیکل ها یا کدام تیبل ها یا کدام کلام ها را ما میخواییم پابلش بکنیم، اینجا میتونیم انتخاب بکنیم. و همچنان در قسمت آرتیکل پروپرتیز، با پروپرتیز تمام آرتیکل ها میتونیم مشاهده بکنیم که کدام خصوصیات دارن، چند تیبل دارن، چند کلام دارن، چند رو هست و پرایمرکی دارن و کدام خصوصیات دارن، تمامی از اینها مشخص میشه و انتخاب کردن آرتیکل در اینجا استفاده میشه. و بعد از اینکه ما انتخاب کردیم امو آرتیکل خودم، آرتیکل مورد نظرم، و در اینجا ما گفته بودیم که یک استاتیک رو فیلترینگ داریم، کالم فیلتر داریم، پارامترایز فیلتر داریم، یعنی مختلفی پارامتر فیلترینگ داشتیم. در اینجا حالا ما میخواییم که فیلتر تیبل روز، یعنی تیبل رو را میخواییم که فیلتر بکنیم. وقتی که ما انتخاب کردیم تیبل را انتخاب کردیم که میخواییم پابلش بکنیم، اینال او تیبل ها را اگر خواسته باشیم که کدام یکی از این تیبل ها یا کدام از این روح ها و کلام های از این تیبل ها پابلش شوه، یعنی به سابسکرایبر ارسال شوه، میتونیم که از اینجا انتخاب بکنیم. اینجا اد میگیم، اما تیبل هایی که در همون تیبل موجود است برای ما شما اینجا اجازه میشه. بعد از اون نکس میگیم، یعنی ما میتونیم که در واقع فیلتر انجام بدیم. در قسمت نکس باز اینجا ما اسنپشات اجنت داریم. در قسمت اجنت ها در واقع ما گفتیم که عاملی که رپلیکیشن انجام میشه، تمام فعالیت هایی را که در پشت صحنه انجام میتن برای رپلیکیشن عبارت از اجنت هستند. در اینجا یکی از اجنت ها که معمولا در تمام رپلیکیشن، انواع رپلیکیشن ها وجود دارن، به خاطر از اینکه یک اسنپ شات فولدر ایجاد بکنیم و در اونجا دیتا را ذخیره بکنیم، دیستریبیوت دیتابیس اونجا داشته باشیم، بنابراین ما اسنپ شات اجنت اینجا میتونیم انتخاب بکنیم. اینجا در این قسمت وقتی که در این قسمت اگر ما اسنپ شات انتخاب کنیم، به این معنی است که ما به شکل بسیار فوری یک اسنپ شات ایجاد میکنیم و بعد از اون اسنپ شات در نظر میگیریم تا اینکه به خاطر از اینکه ما بتونیم سابسکرپشن ها را انیشیالایز بکنیم استفاده میکنیم. و همچنان آپشن دیگه ای است که اگر ما بخوایم که اسکیجول بکنیم که اسنپ شات اجن چه وقت در کدام وقت اجرا شوه، ما میتونیم که اسنپ شات اجنت اسکیجول بکنیم. باز از او تایم میتیم، تاریخ میتیم، مشخص میکنیم، در اون وقت مشخص میتونه که اجنت. بعد از اون نکس میگیم، یا گزینه اول انتخاب بکنین و بعد از اون نکس. وقتی که نکس گفتیم مثلا عزیز، صفحه دیگه عبارت از اجنت سکیورتی است. اجنت سکیورتی در اینجا در واقع یاست که امی سکیورتی ما یا امی اسنپ شات اجنت ما و لاک ریدر اجنت ما به اساس کدام اکاونت، به اساس کدام حساب کاربر در واقع اسنپ شات اجنت اجرا شوه یا لاک ریدر اجنت اجرا شوه. در اینجا ما نیاز داریم که اما از طریق حساب اسکول سرور داخل شویم یا از طریق ویندوز اوتنتیکیشن یا کاربرای ویندوز میتونیم که اینجا مشخص بکنیم. و همچنان باید این تیک مارک باید آن باشد، یعنی تیک مارک داشته باشه، به خاطر از اینکه موضوعات امنیتی را یا تنظیمات امنیتی را برای اجنت اسنپ شات در نظر میگیرم. خب این اضافه کردن حساب امنیتی برای اسنپ شات اجنت است. وقتی که بالای کانفیگر برای سکیور سیتینگ یا سکیورتی سیتینگز
کلیک میکنیم مثلا عزیز، در اینجا یک صفحه دیگه باز میشه. در این صفحه یکی از موضوعات این است که مثلا عزیز ما میتونیم که از ویندوز اکانت استفاده بکنیم. از ویندوز اکانت اگر استفاده میکنیم یا تحت دومین باشین یا اینکه لوکال اکانت داشته باشین که او فول کنترل داشته باشه یا اینکه ادمنستر باشه، اینا میتونیم که برای از که ما بتونیم که دیستریبیوت، یعنی در واقع بتونیم که اسنپشات اجنت بتونه که دسترسی داشته باشه به اساس از این اکانت به مو فایل ها، ما باید این در نظر بگیریم. و همچنان اگر بخوایم که به اساس اکانت های یا اسکوال سرور ایجنت سرویس اکانت اگر اجرا شوه میتونیم این انتخاب بکنیم. اگر بخوایم که به پابلیشن با پابلشر کنک شوه و ای ایجنت با پابلشر کنک شوه، در اینجا یکی بای امپرسینگ پروسس اکانت است. بای امپرسینگ پروسس اکانت وای معنی است که به اساس هم اکانتی که فعلا ما داخل اسکوال سرور شدیم یا اسکوال سرور ایجنت موجود است میتونیم که از او استفاده بکنیم. اگر بخوایم که با یکی از اسکوال سرور لاگین داشته باشیم میتونیم که از اسکوال سرور لاگین استفاده بکنیم. اما اسکوال سرور لاگین استفاده میکنین باید سرور رولی 300 میل نداشته باشه. اگر سرور رولی 300 میل نداشته باشه ما نمیتونیم که به پابلشر وصل شویم یا به اسنپشات اجنت، نمیتونیم که ما حسابی کاربری خوب داده باشیم. و بعد از اینکه کار انجام دادیم مثلا عزیز با صفحه دیگه، صفحه ویزارد اکشن است، در اینجا میتونم که در آخر از پابلیکیشن کریت بکنم و همچنان اگر این انتخاب بکنیم با ما به خاطر کریت کردن یا ایجاد کردن پابلیکیشن ما میتونم که یک اسکریپت فایل ایجاد بکنیم. وقتی که کار انجام دادیم یک معلومات کلی در مورد پابلیکیشن با ما به وجود میاد. وقتی که میخوایم پابلیکیشن انجام بدیم اینجا باید نامی پابلیکیشن مشخص بکنیم. پابلیکیشن نیم نام پابلیکیشن که ما میخوایم اختیاری است، میتونیم استفاده بکنیم. با دیفولت خودش هم انتخاب میکنن، اگر ما خواسته باشیم ما میتونیم استفاده بکنیم. و بعد از اون معلومات عمومی در اینجا ظاهر میشه و معلومات عمومی را مثلا عزیز میتونیم که یعنی معلومات عمومی در مورد یک پابلیکیشن است که ما جنریت میکنیم. خب بعد از وقتی که کار انجام دادیم مثلا از این کریتینگ پابلیکیشن میاد. در قسمت کریتینگ پابلیکیشن مثلا عزیز اینجا پابلیکیشن کریت میشه به نام مای فرست پابلیکیشن و همچون آرتیکل اضافه میشه. مثلا اگر یک تیبل داشته باشین یک آرتیکل است، اگر ده تیبل داشته باشین در تیبل آرتیکل است. ما اینجا یک تیبل انتخاب کردیم و بعد از او اسنپشات اجنت استارت میشه. وقتی که استارت شد میتونه که در واقع پابلیکیشن ایجاد شد. وقتی که پابلیکیشن ایجاد شد توسط ازی در واقع به شکل موافقانه وقتی که انجام شد به این معنی است که ما پابلیکیشن ایجاد کردیم. و همچنان موضوع دیگه موضوع تنظیم کردن یک سابسکریپشن است. سابسکریپشن آخرین مرحله برای تنظیم کردن رپلیکیشن است. مثلا عزیز که بخوایم اگر رپلیکیشن انجام بدیم و در اینجا ما سابسکریپشن وجود میاریم، مثلا عزیز به خاطر تنظیم کردن یک سابسکریپشن ما مراحل در جلسه بعدی بس میکنیم که در جلسه بعدی هدف ما تنظیم کردن یک سابسکریپشن است. تا حال خدا حافظ. ناصرتان روزتان خوش. بخیر باشین.